در اصل جناب اولیای مومنی رحمان کردست یا ایها الذين امنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، شما برامدین میدان برامدین روتون نگردونین میگه. ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که مقابله کردین برامدین میدان بدر کردین، آستین دست آستین بلند کردین در مقابل اون کافرا، فلا تولوهم الادبار، شما پشتون نگردونید. بله، برای چی که نه سوره بقره هستیم اصد اویتی والله علم 251 میگه الفتنه تو اشد من القتل، هم فتنه کردن بدتر ای قتل های میگه. برای چی که فتنه را که هم دفتیم برادری، لیکن کوشش کنیم برادری که دمی جمعه بروین، شما میتین کدنیم چکوری کدنیم نیستیم. ما مقصد که گفتنیم که اگر کمی کار کدنیم اول چی نشور های دستان یکم کار نمیاد. برای چی که حکومت جمهوری تاجیکستان خوب خوچا گرفتگی های، اگر تو وقت دستاف که تو وقتش که نیویا تو او وقت گفتو گا پوکی وقتی معینش های دست یکم تا یکم چنی میاد دوپا. برای چی که حکومت تاجیکستان کنکرد نخچا گرفتگی های تاجیکستان ها کی رولوات کرده ایسو دست؟ جا رولوات اولش که انشالله خداوند میکنه میکن رولوات یکی حاضر ادمیزاد تختی شما گفته است دین در دسته ادمیزاد در اصل جناب اولیای مومنی رحمان قدس دایا انا دیده که پروتیوی همون نظام رحمانوف قبض دای سودا کی ما همون در عدل وحدت اون عدل در زیر نظام در تای دستی همون حکومت رحمانوف های میفهمی یا که وحدت یا دولت الهیده های نه وحدت همش در همون تاجیکستان های برادر همش در یک جای انا همون تاجیکستان نظامش الان نظام استبدادی های نظام دیکتاتوری های این همی ریشه گرفتن، سطره گرفتن در نظام رحمانوف های اون کسی که چرخش رول حکومت در دست شای انمون جناب عالی تای بله، لیکن شما یه چیز دیگه ایده که حسین اشو آلی صبر کن، صبر کن تا این همی تا ارالش بود کدی ما نه طرف شما هم، نه طرف اوم هم، نه پروتیف شما گاب میزنم، نه پروتیف او گاب میزنم ما نکه ایدست شما هیچی نمی آیا ما را ریش مبوردن، در همونجا تراشیدن ما را به اون او ایخیل کردن همه گاب بود نمیده ارالش بود نمیدونه که چی گفته ایش ده ایش ده اوش میزنی، ایش ده ایز ده رفته ایش ده نمید زبان از تخون نداره همی گفته رفته ایش ده یک تنظیم بدور گاب بود ده جوش بیا یک توچکه بمون از دیگه جوش شروع کن ریشی ترا گرفتن چیندن، ریشی ترا تراشیدن کی همین کار کرد؟ کدام حکومت؟ همون کسایی که در همون عدل ریشی ترا تراشیدن اونا پچینان کدام حکومت هم و اون حکومت ها کی اداره میکنه؟ امیره میدونی؟ کی میکنه جناب عالی؟ بله آخه در ریشی سیاه مبارک صدقه این قدر به زبان خوش میگوی که جناب عالی همون جناب عالی پچینان کسایی که در دستش بودن ریشی ترا تراشیدگی هم آخه هوای همو آدم شما نخیاله میکنن که نمی همه ما خیاله میکنن که همه کاری همو ایده چی کاری کشیده ایستای در تاجیکستان هوای خودش تو که گناه گوره یا هوای اگه میگه تاکی اویله است خی که گناه گوره؟ کی گناه گوره؟ خی نه شما گرفتن یک اون زور میکنه دیشان بیره تاجیکستان هست تو ده پونده سالی دیگه که خلقی کمبغل برادر خلقی کمبغل فکری خلقی کمبغل اکنه این ما شما رو تیسن فتنه نه انا که فهمیده که الفتنه تو اشد من القتل اشد من القتل بله اکن فهمیده که اکن هدف از اون گفتگی چی بود تو میدونه که الفتنه تو اشد من القتل این چی معنا داره تو اسلامی خوندگی بله چی معنا داره الفتنه تو اشد من القتل فتنه برداشتن بدتر ایوه که قتل کردن الان من میگم که ای مردم حکومت داره شما دست ناپاکتون در دامن یک زن مسلمان دراز نکنه این بله. کجای این فتنه است؟ این فتنه است؟ نه میگم که ای پولیس ای کسی که دوبینکه در دست داری ای کسی که در دست پیستالی تا اداسفرین داری دست نجست در ریش یک برادر مسلمان دراز نکن آیا این فتنه است؟ فتنه است؟ ما میگم که ای کسی که حکومت در دستش در دست تای ای کسی که امروز زمام دولت در دست تای عدالت جاری کنین حق مظلوم دفاع بکنین
شما بر علیه مظلوم دل نکشوین، بیگناه زندان نکنین. آیا این فتنه است؟ تو از کدوم فتنه است؟ انشاءالله ما هم که ما گفته گا پاکی نه همه برادران میتونیم بگویم. خودتا من نمیدونم که اصلا تا از صلح میگویند یا از جنگ میخوانند. دیوانه ها آوازی به آهنگ میخوانند. گاه قناری ها اگر در باغ هم باشند مانند مرغان قفس دلتنگ میخوانند. فهمیدی برادر؟ من برای همه میگم که من نمیدونم که آخی خودت نه از طرف مخته گفتی و نه از طرف حکومت، نه گفتی پروتیف شما گپ میزنم و نه پروتیف اونا. با آمده گفتی که نکی ما باوری دارم که ایدست شما هم یکان چیز نمیویه. یک نش دایی جزدی با گفتی که این همی ریشی ما را در عدل وحدت روشیدگی هن. بازدیگی همون کسی که جناب عالی برای او را بگم که اینقدر به زبان خوب جناب عالیش گفتی، ما او را سگش میگم، ما او را وطن فروشش میگم، ما او را دشمنی مردمی تاجیک میگم، ما او را دشمنی دین اسلام میگم، ما او را دشمنی تمام شهروندای جمهوری تاجیکستانش میگم و خودت او را جناب عالی میگوی. همون انسانی که به این قدر لفظ شیرین جناب عالی گفتی، همون زیردستاش عدل وحدت دان الان. چند تا جوان دیگر از ریشی اونا را تراشیدگی های، چند سطر خواهر مسلمان از اثرش برداشتگی های و او کسی که اینا را اداره میکنه امام علی رحمان و فای و او انسان برای تو جناب عالی. برای همین خاطر من گفتم که از صلح میگویند یا از جنگ میخوانند. دیوانه ها آوازی به آهنگ میخوانند. گاه قناری ها اگر در باغ همینی که باشند در آزادی مانند مرغان قفس دلتنگ میخوانند. خودت برادر عزیز من نفهمیدم که اینجا آمدی، ما نه پروتیف شما، نه پروتیف اونا، نه طرفدار شما، نه طرفدار اونا. ده همین چیز من حیران شدم. ده از همین خاطر من گفتم که ما مثل که اگر ما بگیم ما جنگ میکنیم، اونا میگن که نه برادر، ما جنگ نمیخوهیم، ما صلح میخوهیم. ما بگیم که اگر ما صلح میخوهیم، دست ما دادیم برای صلح، نه ما جنگ میخوهیم. بعضن وقتا میگه که پرنده را میبینه که در شاخ درخت شیشتگی همه خدر مینوازه که مثل که در درون قفس ناله کنه. خودت هم برادر همون کارا کرده ایسو در. برای همین خاطر طرفداری حقی، طرفداری ما نباش. بله اکه، طرفداری گروه. بله ما طرفداری حقی، طرفداری هیچ حرکت سیاسی نباش. همچون یک مسلمان مسئولیت، همچون یک مسلمان. بله بله اکه، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن المنکر یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. میدونی چی معنی دارن این آیاتو؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها. این آیات را میدونی که درباره گروه 24 آمادگی نیست. بله آمادگی نیست. این قرآن برای تمام مردم مسلمان نازل شدگی است. اگر خودت یک مسلمان هستی، اگر خودت ادعا داری که من یک مسلمان هستم، این آیات اشاره به شما هم کرده ای سوده است. نه اینکه فقط به گروه 24، نه اینکه به یک برادری که اون خلاصه دین آموخته است یا که اون آدم بگیم که او را ظلمش کردگیان. ای کسانی که ایمان آوردید، چرا نمی جنگید؟ و ما لکم لا تو قاتلون. شما را میگه چی بلا زدگی های؟ شما چکا کردگیان که نمیخیزن در مقابل اون کسایی که مسلمان ها زیر دست اونها مظلوم قرار گرفتن؟ چرا شما نمیخیزن بجنگین؟ ولی که کجا با یک گپ زدن الان میگه که ما باوری دارم که ایدست شما هیچی نمیایه و افتماتیکی نش در چشمای ما زده ای سده. و خودت یک برادر مؤمن مسلمان با میگوی که من خواندگیم. اکی حسین شروع برادر شما آرام باشین، آرام صحبت کنیم. مطورس از من زبانی شعله در متنی سخن دارم. از ما گپ گیری اگر بگوی که کما یک چهار تا سخن بگم از دهنی ما علاو میبرای علاو. ما پرس از من زبان شعله در متنی سخن دارم. زی جور نامرادی ها شکایت رو نمن دارم. تو هم داری مهاجری؟ بله. هجران عذاب نیست؟ دوری از وطن، دوری از پدر، از مادر. خودت
خودت در یک حالتی هستی که خودت مهاجر در عذاب قرار گیری، در خودت در عذابی. شرط نیست که برای تو قمچیت بزنن، دره بزنن. اما وقتی که این خیل بگیم که اشاره و میمیک میکنی که من باوری دارم که ایدست شما یگان چی نمیایه و اخی من بگم که اگر تو در لس آنجلس یگان میلیونر باشی که خیلی دوجا در رفاه زندگی کرده ایستاده باشی، زندگی من الان از زندگی خودت بهتر شاید باشه، اما بازم با وجود همه همین از دنیا چشم پوشیدگیم در این منبرها میشینیم، مردم دعوت میکنیم که ای مردم ما مسلمانیم، حداقل ریش سطر این یک طرف باشن که اینا فرض و قرض و واجب است که از این چیز دفاع کنیم، حداقل ما از بیکاری طلب کنیم که برای ما جای کاری بسازین، برقی ما را بر بگردانین، روشنی را گرمی را به مردم بر بگردانین. این چیزی است که کمبودی هایی که در وطن ابرزوانی و سطحش بالا ببرین، مدیسین رشوت از بین ببرین. هزار و یک مشکلات داریم برادر، پیشی سازی تو من از سحر سخن دم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم، رحم گردان و نگه دار همین پرده راست تا من از راز سپهرت گره باز کنم. برادر من اگر بگم که تو مهاجری، بله من مهاجرم، به درجه پرابلم ها داره که در همین هجرت، یکم پرابلمت هجران دوری از وطن، قرض های بانکو. بله برای همین میگم که پیش سازی تو من از سحر سخن دم نزنم. ما اگر ما بگم که اکا کویگون پرابلم هست در مهاجرت، یک تا دو تا سه تا چهار تا، همو که میگم که میگم اکا بس دیگه حاجت نیست که ما ترا در سخنم جادو کنم که ترا بگم که تو یکم ترک عقلت بیدار شوه، تو افتوماتیکی باید این راحت بگیری، افتوماتیکی مدام که تو در مشکلاتی. ما والله قسم یگون مشکلات نداشتم، بغیر از اینکه 3 سال اومدم مهاجرت، در 3 سالی که مهاجرت اومدم حاجی عمر شنیدم که دعوت داره، در داخل زل و دور اومدم، شروع کردم دعوت به نام اسکای فورس و بالاخره مسئولیت خدمت در همونجا همچون یک انسانیم اراتری فعال انجام دادم. بازم به این قناعت نکردم، از خانه تهدیدها و فشارها شروع شد. ما گفتم به نام خدایی که جان ما در دست او است، ما هیچگاه از این راه نمیگردم، تا زمانی که سرم از تنم جدا نشوه ما از این راه نمیگردم. و امروز در اروپا آمدم، در بهترین جای دنیا زندگی دارم، بازم از این راه نگشتم. صدها کسایی که وارد اروپا شدن، در اون طرف در زلو گپ میزدن، مبارز بودن، آمدن در اروپا، زندگی خوب اروپا اینها را از این راه گشت. ماشین دارن، ماشین های مدل های بلند بلند، زن و کودکشون آوردگی هن، خونه دارن، کار میکنن، 2000-2500 یورو آیلک میگیرن، نیکی گرده نمیکنن که به آشکار ببراین گب زنن. برای این راه دوام دادن نه قدر گرده در کره. یا ایوها الذین آمنو، ای کسونه که ایمان آوردید، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، شما برامدین میدان، برامدین روتونه نگردونین نگه. ای کسانه که ایمان آوردید، وقتی که مقابله کردین، برامدین میدان بدر کردین، آستین دست آستین بلند کردین در مقابل اون کافرها، فلا تولوهم الادبار، شما پشتونه نگردونین، نه زندگی خوبی دنیا شما را مجبور کنه که شما مشغول دنیا شین. برای همین خاطر برادر، بله اون مشکلاتی که تو داری حاجت نیست که من اینقدر ما آیات بخونم، حدیث بخونم، فوکوس کنم، دگپم جادو کنم، این خیال کنم که ترا کار کنم گوی که همه بچه راست میگه. پیشی ساز تو من اصلا خودم نزنم که زبان چوبیان تو ندارد سخنم، از پرابلم را تو سر کنی، بگوی که من رنگ تو گفته نمیتونم، رحمه گردان و نگه دار همین پرده راست، این خیال نگو که ایدست شما هیچی نمیاید، رحمه گردان و نگه دار همین پرده راست تا من از راز سپهرت گره باز کنم. صبر کن، من یه مثال برای تو بیارم، بعد میگوی که همین مردک راست میگه. من مسئولیت خود من انجام داده ایستونم، من فردا پیش پروردگار در اروپا باشم، در امریکا باشم، در هر کجای باشم، حد اقل خداوند میگه که ای بنده، من برای تو قوت توانایی سخنرانی را داده بدم، چرا نبرمدی گپ زنی؟
در آزادی بدی، یک نعمت بزرگ برای تو داده بدم، در امنیت بدی. شرط نبود که تو برای در پیش سامانه گپ زنی، برای تو اینترنت مهیا بود، کامپیوتر مهیا بود، استودیو مهیا بود، هر کمبودی که داشتی برادرها در گرد اطرافت با تو کمک کردن، تمام استودیوت ساختی. چرا دوام ندادی دعوت اسلام؟ چرا مردم را بیدار نکردی؟ ما فردا پیش پروردگار چی بگم؟ چی بگم؟ چی از جای ما کی جواب میتیه؟ پدرم یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره. اون روز پدر از ما بگریزه، برادر از ما بگریزه، زن از ما بگریزه، کودکان بگریزن، ما تک تنها لیچ برهنه بمانم. اون روز معلوم شود که کسانی که این راه ها را استوار ماندن، راهاشون محتاب بر این روشنن، می درخشن. اونها در پیش در اون محشر معلومن، وجوه یوم ایدین مصفره، راهاشون محتاب بر این زرد هستن، همی خیلی روشنی میکنن که اینا کی هستن. و بعضی راه ها بالاشون روحاشون غبار های. برای همین خاطر برادر عزیز، من گفتم که اگر که من صحبت کنم، من پرس از من زبان شعله در متن سخن دارم، من گپ زنم علاو میبرای، فقط علاو گرمیش در پید. بله حقیقت همه وقت حق سن شروف دوستم، خداوند نگهدار کن بوشن، این خلی موضوع خوب کنه. انشالله چندین کسو میفهمه امر معروف و آیت های خوب آورده انشالله. این ای صحبت خوب تر شید. خدا ما هر روز در همین منبر اشتگی موعظه های خوب کرده ایستدیم. انشالله که برادران بله خدا ما منبر تون باید که خدا ما هدایت تون کنه هر یک بنده رو. انا فهمیدی که مسئولیت داری. بله خدا ما همه خیلی کنه که اکی ایزت همونه ببینین در آزادی خدا ما نگه دار کن بوشن. نو امید نشه برادر عزیز. انشالله میبینیم برای چکه حقیقت حقه. من نمی خواهم که به نام پروردگار اگر سر قدرت بیاییم، اگر یک نفر در ریش مبارک تو اگر انگوش ناپاک شد و بنیتی یک تار موهی ریش تو را کندن، اگر دراز کنکو از همین حکومتی که همون وقتا اگر یک ارمی را و این چست نمیگون بطلیان حرکت جورا، برای یک آدمی که در ریش یک برادر دست ناپاک شد دراز میکنن، آزاد باید بیستن، آزاد ریش میمانی، آزاد میتراشی، آزاد حجاب میپوشی، حمایتت که نباید کشور، هر لباسی که میپوشی آزاد باشی، اما دعوتگرا دعوت کنن که این لباس لباسی، این لباس لباس اخلاقیات های. بله چرا پروردگار شراب حرام کرد؟ مست میکنه آدم، از اخلاقیات دور میکنه. بله میغلطی دره رنگ یک حیوان میشه، همی از اخلاق. اون چیزی که دین اسلام دعوت میکنه اون کاملا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، به تمام کمالش آمادگی دین، اخلاقیات همش. و اینک لعلا خلق عظیم، نون والقلم و ما یسترون، ما انت بنعمت ربك بمجنون و انك لعلى خلق عظيم. پروردگار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفت ای رسول خدا، تو در یک اخلاق خیلی بزرگ داری، بزرگ داری، کمال اخلاقیت بود، امانت داری، شجاعت، تو نمیدونم دیگر که چی چیزی که در اخلاقیات خوب میدرایه در اون انسان دیده میشد. اسلام کاملا در جسم، در مجسم، در پیغمبر خدا دیده می شد. از همین خاطر برادر عزیز، من انشالله که امیدوار هستم که ناامید نباش از این چیز که شما ما همیشه نیتی نیک میکنیم. یک انسان زمانی که تجارت شروع میکنه او در این فکر نیست که من بالاخره بانکرات میشم، اگر که بدونه که من بانکرات میشم هیچ وقت این بیزنس شروع نمیکنه، اما رفته و در بین بیزنس بالاخره موفق نمیشه و بالاخره بانکروت میشه. اما یک انسان دیگه او هم به همین نیت میبره، همیشه انسان به طرف نیکی پلاژیتل فکر میکنه. شما تاجیکستان اگر بگیرین خوب میکنین، والله قسم به اندازه خوبش کنیم که اینمی مردم تقیاشو نکو در آسمون همیتا ایخرسندی را پرتویا، یکم چیز برای مردم آزادی میتیه.
اینمی چیز برای مردم، مردم آزادی ندارن. دیم چیز قانون برای تمام مردم، بای کم بغل، منصبدار و غریب و همه، قانون یک باشه. نه اینکه آدمی فرزندی وزیر بزنه یا زنه که در ره زرگوش وره پره، یک کس راقش نکنه. اما یک غریب به گناه بیاد در جای کسی که برای بشینه. ما خیلی قانون همی قانون برای همه یک باشه، عدالت باشه، همون چیزی که پیامبرا در بالای این تمرکز کردن. ولقد بعثنا فی کل امتین رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مردم از طاغوت پرستی، از تملق کاری، از چاپلوس کاری دست بکشن. پیغمبرو آمدن چون به خاطر برپا کردن عدالت بود. لیقوم الناس بالقسط، هدف این بود که عدالت برپا شود. تاجیکستان چه خیلی بهتر می شود. یکم آزادی برای مردم داده شود، آزادی مردم برگردانده شود، قانون برای تمام شهروندان یک باشد. این دیگر مردم ما بگذار، الان مردم در حالت خودش زندگی خودشون پیش برده ایستادن. قانون وقتی که برای همه عدالت برپا شود، دزدی نمیشه برادر. فرزندی وزیر دزدی کرد، بیارش اینجا. در تلویزیون پدرش هم بیار، بچه‌ش هم بیار در تلویزیون، در پیش مردم اول میبره، معذرت میپرسه، سری تعظیم میمونه به پیش خلق، بعدن میگم که مطابق قانون باید جزا تا بگیری. این خیلی حکومت میخواهیم که حکومتی مردم باشه. اگر رفته و کی یکی از وظیفه دارای حکومت جنایت کرد، کسی او را به جوابگری نکشید، مردم باب خیزن که همون رئیس جمهوری همون وقت را از بین ببرن که تو چی نمود به یک مسئولیت داری. مردم شجاع شمن برادر، هدف اینه ایه. انشالله انشالله این قدگه بگمود گروه 24 میشه. استغفرالله. نه خدا نگهدار تا نکه حسن شروع خدا نگهدار برادرهای غریب یکم تد خفه نشه انشالله که افراد نکنین دشنام نکنین چیزی که میگین در حق بزرگای خدا در حق دشمناشون دعا میکرن نکه حسن شروع بخشش در حق دشمناشون دعا میکرن که خداوند دشمناشون هدایت کنه و دوستشون شده. برای در حقی هم دعاگو باشه، در حقی کدومی که باشه نباشه، خدا نگهدارتون. باقی السلام علیکم و رحمت الله. فراموش نکن زنده باشی، فراموش نکن. این یک صحبت بوده گذشته، ای را فکر نکن که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. تو میدونی خوی معناشه. بله دوستم، آیا گمان کردید که در این دنیا شما خلق شدید و شما بازگشت شما به طرف پروردگار نیست؟ فراموش نکنید فردا پیش پروردگار همه ما رفتنی هستیم، اگر ما به پروردگار ایمان داشته باشیم، به روز قیامت ایمان داشته باشیم. در اون روز از ما ثم لتسألون یومئذین عن النعیم، در اون روز از نعمت ها پرسیده میشیم. زبان برای تو نعمت داده شده است، به پول چشم یک نعمت الهی هست؟ بله. به پول گوشت نعمت الهی هست؟ به پول. بله. از این نعمت پرسیده میشه که این را در حق گفتن استفاده بردی؟ ما طرف این هستم، طرف اون هستم، ما طرف حقم، در کجای همو حق؟ حق باید بجویی، حق بپولی، حق خودش نمیوید، طرف حق میرای، میکوی، ایجا میرای، اوجا میرای، میبینی نه، ایجا میرای نه، بالاخره ما طرف حقم، ما هم طرف حقیم، رحمانوف هم میگه ما طرف حقم. اما انسان باید بجویا بکوا هر کجایی را که حق پیدا کرد، به مثل یک پرنده ای که شکار خودش هم میقپک و نولش میکنش میخرش، به همون اندازه باید حق باید به پنجهات بقپی که این جای من است و اونجا باید سهم اخته بگذاری. باقی سلامت باشی برادر. خداوند نگهدارتون.